در برنامه امروز میخواهم درباره ماه‌های سیاره بهرام یا مریخ سخن بگویم. کره زمین ما چنان که میدانید دارای یک ماه است. بهرام دو ماه دارد. در این گفتار به ویژگی‌های این دو ماه و چگونگی پدید آمدن آنها میپردازم. راجمان یا منظومه خورشیدی دارای 8 سیاره است. نزدیکترین سیاره به خورشید تیر یا عطارد است که ماه ندارد، یعنی هیچ جسمی به گرد آن نمی‌گردد. سیاره دوم ناهید یا زهره هم دارای ماه نیست. سیاره سوم زمین است که یک ماه دارد و یکی از برنامه‌های پیش را به آن اختصاص دادم. گفتم که ماه کره زمین در آغاز پیدایش راجمان خورشیدی بر اثر برخورد سیاره‌ای با زمین پدید آمده است. مقدار بسیاری از پیکر زمین کنده شد و در مدارهایی به دور زمین به گردش درآمد. بعدها بر اثر پدیده‌های فیزیکی این ماده در هم فشرده شد و ماه را پدید آورد. سیاره چهارم بهرام یا مریخ است که به آن باز می‌گردم. سپس هرمز یا مشتری، بزرگترین سیاره راجمان خورشیدی، دارای 67 ماه شناخته شده است. پس از آن کیوان یا زحل دارای 34 ماه است. سیاره هفتم اورانوس 27 ماه دارد و سیاره هشتم نپتون 13 ماه. برگردیم به ماه‌های بهرام یا مریخ. تا پایان سده 19 هم نمی دانستیم که بهرام ماه دارد، چون نور ماه‌های بهرام بسیار ضعیف است و برای دیدن آنها به تلسکوپ به نسبه توانایی نیاز هست. ماه‌های بهرام را اخترشناس آمریکایی اسف هال در سال 1877 کشف کرد. برای این کار او تلسکوپ شکستی 66 سانتیمتری نپایشگاه دریایی آمریکا را که بزرگترین تلسکوپ شکستی آن زمان بود به کار برد. یکی از این دو ماه که بزرگتر است در مداری نزدیکتر به گرد بهرام می‌گردد. این ماه را فوبوس می‌نامند. در افسانه‌های یونانی فوبوس پسر ارس یعنی بهرام در یونانی و آفرودیت همان ونوس رومیان است. فوبوس خدای هراس و وحشت بود. در این تصویر فوبوس را می‌بینید. این عکس را ماهواره‌ای که به گرد بهرام می‌گردد گرفته است. چنان که می‌بینید فوبوس شکل کروی منظم ندارد. قطر میانگین آن 22 کیلومتر است. این را با قطر ماه زمین مقایسه کنید که در حدود 3500 کیلومتر است. به سخنی دیگر فوبوس بیش از 150 بار از ماه زمین کوچکتر است. چنان که می‌بینید رویه فوبوس دارای لاوک‌ها یا گودال‌هایی است که از برخورد شخانه‌ها یا سنگ‌های آسمانی پدید آمده‌اند. در این تصویر بزرگترین آنها که به قطر 9 کیلومتر است به خوبی دیده می‌شود. اما جرم فوبوس 1,000,000 بار از جرم ماه زمین کمتر است. معنای این که قطر فوبوس 150 بار کوچکتر است ولی جرمش 1,000,000 بار کمتر است، این است که چگالی فوبوس بسیار کمتر از چگالی ماه زمین است. میتوان گفت که در مقایسه با ماه درون فوبوس تا اندازه‌ای پوک است. جسمی که در زمین 70 کیلوگرم وزن دارد در فوبوس تنها 50 گرم وزن خواهد داشت. به سبب همین کم بودن جرم است که فوبوس نتوانسته شکل کروی پیدا کند. فوبوس در فاصله 6000 کیلومتری سطح بهرام به گرد آن می‌گردد. این را بسنجید با فاصله ماه از زمین که 380,000 کیلومتر است. یعنی فوبوس در فاصله 60 بار نزدیکتر به گرد بهرام می‌گردد. هیچ جسم دیگری در راجمان خورشیدی نداریم که مدارش این اندازه به کره‌ای که به گردش می‌گردد نزدیک باشد. فوبوس چنان به بهرام نزدیک است که پیش از آن که بهرام یک دور به گرد محورش بچرخد به دور آن می‌گردد.
مریخ هر 24 ساعت و نیم یک بار به گرد محورش میچرخد. فوبوس بهرام را هر 7 ساعت و 40 دقیقه یک بار دور میزند. اگر روی بهرام باشید میبینید که فوبوس از باختر غرب برمی آید و در خاور فرو می رود، دو بار در هر روز بهرام. یعنی فوبوس هر روز 4 ساعت و 15 دقیقه در آسمان دیده می شود و فرو می رود. 4 ساعت و اندی دقیقه پشت مریخ است و دیده نمی شود و بعد دوباره بر می آید و بیش از 4 ساعت در آسمان است. پس هر روز دو بار بر می آید و دو بار فرو می رود. به سبب نزدیکی بسیار فوبوس به بهرام، کسی که روی بهرام باشد می بیند که اندازه ظاهری آن در روز تغییر می کند. وقتی قرص تمام باشد، 1/4 سراسر آسمان بهرام را می پوشاند. در این تصویر فوبوس را می بینید که از جلوی خورشید می گذرد. دمای فوبوس در سویی که رو به خورشید است در حدود منهای 4 درجه سانتیگراد است. در جهتی که رو به خورشید نیست منهای 112 درجه سانتیگراد است. نکته دیگر این که بهرام در حال کشیدن فوبوس به سوی خود است. در نتیجه فوبوس هر 100 سال 2 متر به بهرام نزدیکتر می شود و بدین ترتیب در 30 تا 50 میلیون سال دیگر به روی بهرام فرو خواهد افتاد. اما درباره ماه دوم به بهرام که دیموس نام دارد، چنان که گفتم آن را هم اخترشناس آمریکایی هال در سال 1877 کشف کرد. دیموس در افسانه‌های یونانی برادر همزاد فوبوس است. قطران 12 کیلومتر است، یعنی تقریبا نصف اندازه فوبوس. در مداری به فاصله 23500 کیلومتری هر 30 ساعت یک بار به گرد بهرام می‌گردد. اندازه ظاهری آن از سطح بهرام 2.5 دقیقه زاویه است، یعنی به اندازه 1/12 قرص ماه از زمین. برخلاف فوبوس از خاور شرق برمیخیزد و در باختر فرو می‌رود. حال ببینیم که این دو ماه چگونه به وجود آمدن. مدت‌ها دو فرضیه برای پدید آمدن فوبوس و دیموس پیشنهاد شده بودند که برتری دادن یکی بر دیگری دشوار بود. بنابر فرضیه نخست، این ماه‌ها در واقع سیارک‌هایی‌اند که بهرام به دام انداخته است. سیارک‌ها سنگ‌های آسمانی بزرگند که مانند سیاره‌ها به گرد خورشید می‌گردند. هزاران تا از آنها در ناحیه میان مدارهای بهرام و هرمز مانند کمربندی گرد آمدند. بزرگترین آنها سرس است به قطر 950 کیلومتر، یعنی بیش از 40 بار بزرگتر از فوبوس. و چون بهرام در مداری نزدیک به این سیارک ها به گرد خورشید می‌گردد، بنابراین فرضیه توانسته دو تا از آنها را به سوی خود بکشد و در مدارهایی به گرد خود قرار دهد. فرضیه دیگر این است که این ماه‌ها از موادی تشکیل شدند که پس از برخورد سیاره دیگر با بهرام از بهرام کنده شده و به مدار بهرام پرتاب شدند. یعنی این ماه‌ها همان طوری پدید آمدند که ماه زمین. ولی این فرضیه دوم با چند پرسش پاسخ روبرو بوده است. یکی از این پرسش‌ها این است که چرا چنین برخوردی با کره زمین تنها یک ماه به وجود آورده، یعنی همه مواد پرتاب شده در یک جسم که ماه زمین باشد جمع شدند، حالانکه با بهرام 2 ماه پدید آمدند. به تازگی اخترشناسان فرانسوی که رشته تخصصیشان راجمان خورشیدی است توانستند دلیل‌های قانع کننده‌ای در پشتیبانی از این فرضیه دوم به دست آورند. نتیجه‌ای که آنان منتشر کردند حاصل همکاری گسترده است میان گروهی اخترفیزیکدان، سیاره شناس، ریاضیدان و متخصصان ازدائیک یا انفورماتیک. بنابر مدل آنان میان 4 تا 4.5 میلیارد سال پیش بهرام مورد اصابت جسمی قرار می‌گیرد که جرمش 1/3 جرم بهرام بوده است. در این تصویر خیالی می‌بینید که مقدار بسیار مهمی از جرم بهرام بر اثر اصابت کنده و بیرون از آن پرتاب می‌شود. این مواد
بر اثر نیروی گرانشی بهرام در مدارهایی به گردان به گردش در می آیند و مانند یک رشته حلقه پیرامون بهرام را می گیرند. بر اثر پدیده‌ای که فربال اکریشن نامیده می شود، در درون حلقه ها شمار بسیاری ناحیه متراکم پدید می آیند که هر یک در هم فشرده می شود و ماهی را به وجود می آورد. جرم بزرگترین این ماه ها 1000 برابر جرم فوبوس بوده است. این پژوهش می تواند توضیح دهد که چرا پیرامون زمین یک ماه به وجود آمده و پیرامون بهرام 2 ماه. پاسخ در سرعت چرخش زمین و بهرام نهفته است. سرعت چرخش زمین و بهرام به گرد محورشان یکی نبوده است. زمین در آغاز دیسش فرماسیون خود هر 4 ساعت یک بار به گرد محورش می چرخیده، حالان که بهرام هر تقریبا 24 ساعت یک بار این کار را می کرده است. بر اثر این تفاوت سرعت چرخش تنها 1 ماه گرد زمین پدید آمده، حالان که از مواد پیرامون بهرام در حدود 10 ماه به وجود آمدند که یکیشان بزرگتر و بقیه کوچکتر بودند. بر اثر سرعت کند گردش این مواد به گرد بهرام، بیشتر ماه‌های بهرام بر روی بهرام فرو افتادند و تنها 2 تا از آنها که مدارشان از بهرام دورتر بوده باقی ماندند. برعکس برای زمین، چرخش تند آن باعث شده که ماه از زمین هرچه بیشتر فاصله بگیرد. در آینده فوبوس و دیموس هم به روی بهرام فرو خواهند افتاد. پژوهش‌ها در زمینه جنبه‌های گوناگون پدید آمدن ماه‌های بهرام ادامه دارند. آژانس فضایی ژاپن به تازگی اعلام کرده است که در سال 2022 فضاناوی را به سوی فوبوس و دیموس خواهد فرستاد که آنها را از نزدیک مطالعه کند. این فضاناو کاوشگری را به روی فوبوس خواهد فرستاد که در سال 2027 با خود سنگ‌های سطح فوبوس را به زمین خواهد آورد. وقت ما به پایان رسید. آژانس فضایی اروپا و آژانس فضایی روسیه هم می‌خواهند با همکاری در سال 2024 فضاناوی را به فوبوس بفرستند که با خود سنگ‌های فوبوس را به زمین بیاورد. مطالعه همه جانبه این سنگ ها در آزمایشگاه های زمین به اختر فیزیکدانان این امکان را خواهد داد که به بسیاری از پرسش های هنوز بی پاسخ در این باره پاسخ دهند و به چگونگی دیسش یا فرماسیون این ماه ها نزدیکتر شوند.